بیکارسازی کارگران صنعت سیمان. در ماه‌های اخیر به دنبال کاهش تولید در کارخانه‌های سیمان و تعطیلی موقت برخی از آنها، صدها کارگر بیکار شده و جیره‌بندی برق این کارخانه‌ها از طرف دولت بیکاری کارگران آنها را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. تعطیلی کارخانه‌ها باعث کمبود سیمان و نجوم شدن نرخ آن در بازار آزاد شده و از طرفی هم دامن کارگاه‌های بلوک‌زنی را گرفته و باعث تعطیلی این کارگاه‌ها شده است. نتیجه مستقیم آن هم بیکار شدن هرچه بیشتر کارگران بلوک‌زنی بوده است. 9 بهمن شبکه خبری عصر جنوب از تعطیلی کارگاه‌های بلوک‌زنی رام هرمز در پی کمبود سیمان بیخ گوش کارخانه سیمان خوزستان خبر داد. دولت آخوند روحانی در اواخر دی ماه با قطع برق کارخانه های سیمان آخرین میخ را بر تابوت این کارخانه ها و در واقع بر زندگی کارگران آن کوبید. با قطع برق خیلی از کارخانه های سیمان موقتا تعطیل و کارگران آن بیکار شدند. صاحبان کارخانه ها که صنعت سیمان را در چنگ خود دارند، در پناه رشته های پیوند خود با حکومت هر وقت به خواسته های خود نرسند، به راحتی کارخانه را به طور موقت تعطیل و سرمایه خود را در جای دیگری به کار گرفته و کارگران را به حال خود رها می کنند. و این همان سرنوشتی است که اکنون بر سر کارگران صنعت سیمان و بلوک‌زنی آمده است. اما تجربه نشان داده است که کارگران در مقابل این اقدامات ضد کارگری سکوت نخواهند کرد. همچنان که در جریان تعطیلی کارخانه سیمان خاکستری نیریز فارس و سیمان سپهر، کارگران دست به تجمع اعتراضی زدند.